الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. دیروز ما این نکته را گفته بودیم که رب العالمین برای ما و شما یک خانواده را به معرفی گرفت که او خانواده در حقیقت در خدمت دین بود و هنگامی که حضرت عمران علیه السلام از دنیا رحلت می کند می‌بیند که در محرابی که او دعوت می‌کرد کسی دیگری است، خانم شجاع و با غیرتش. وقتی که می‌بیند که از دودمان کسی دیگری به نصیحت می‌پردازد، دعا می‌کند که خدایا فرزندی که نصیب ما بگردانی، او را کاملا وقف می‌کنم به خدمت دینت. ولی هنگامی که به دنیا آورد دختر بود، بسیار متأثر شد و با خود ایر زمزمه کرد که یعنی دختر خواهمانند مرد نیست و این تعبیر را به تعبیر الهی هم اگر بدانیم ولیس الذکر کالانثی، هیچ مرد همانند این دختر شده نمیتاند. در حقیقت جایگاه از او را معرفی کرد. بعد عظمت از این دختر چنان بود که رب العالمین برایش نعمت از میوه ها را از جنت برش فرستاد و حضرت زکریا علیه السلام انگامی که پرسانش میکرد میبینه وجد عندها رزقا، طعام های عجیبی را در سر سفره حضرت مریم دید. وقتی که دیدش گفت که انا لک هذا، این از کجا کردی؟ و او برش میگه هو من عند الله، از طرف الله متعال است. جایگاه حضرت مریم آنقدر بلند بود که به یاد حضرت زکریا علیه السلام در ریش سفیدی آورد که بعد او هم از خداوند متعال فرزند بخواهد. بناهن در جای عبادتش و محرابش به رب العالمین التجا می کند و می گوید رب لا تذرنی فردن، رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. پس از الله متعال امیر خواست. رب العالمین هم دعای هر انسانی که از طی دل بخواهد و باور داشته باشه که رب العالمین عطا کننده است، خامخواه اجابت می کند دعای دعوت کننده را. پس برای حضرت زکریا علیه السلام فرزندی برومندی را نصیب کرد و صفات از او را هم برش گفت که ان الله یبشرک بیحیی، رب العالمین تو را مژده میده به فرزندی برومندی که نامش است یحیی، مصدقا بکلمه من الله، اتو فرزندی که باشد تصدیق کننده کلمه الله متعال را، کلمه الله متعال را تایید کننده بوده باشد از طرف الله متعال. از یک طرف برش فرزند داد، از طرف دیگری عظمت و جایگاه باز امی فرزند مریم را در حقیقت به نمایش میگذارد. یحیی علیه السلام می آید تایید میکنه رسالت حضرت عیسی علیه السلام را. در کلش بر ما امی مفهوم داده شد که هر کس از الله متعال بخواهد و خصوصا در جای عبادتش، زیرا حضرت زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب به محل عبادت و حضرت زکریا علیه السلام هم در عمو جای دعای زیبایش و عبادتش از الله متعال میخواهد. یک نقطه ای که میخوایم کمان که سرش روشنی پرتم، در مسجد که ما داخل میشیم به طرف قبله دو چیز را مشاهده میکنیم، یکی را محراب میگیم و یکی در جوار محراب منبر میگیم. در اینجا محراب جای حرب است، یعنی جای جنگ و جای مقابله. در اینجا انسان مقابله میکنه با خواسته های نفسانی و شیطانیش، در اینجا مقابله میکنه با دشمنان خدا.
چی جنسی بوده باشه چی جنی بوده باشه. و این محراب در حقیقت سنگر است که هرگاه این ترک شود انسان آسیب میگیرد و مرمی خام خام میخورد. پس برای مسلمانی که مؤمن است و میخواه با رب ارتباط داشته باشه هیچگاه کوشش نکند که از محراب دور بوده باشد. ولی محراب در حقیقت جایی است که انسان را راهنمایی میکنه با پروردگار عظیم، وسیله ارتباط انسان است با الله متعال. همگی روی خود به طرف کجا میکنه؟ به طرف محراب میکنه. ولی در پهلوی محراب منبری وجود داره که رخش به طرف مردم است، رخش به طرف مردم است. پس مسجد دو مکلفیت دارد، یکی که انسان را به رب العالمین وصل میکنه و مکلفیت دیگری چیز که انسان را به انسان وصل میکند. پس اردوب بود را باید مسجد در نگاه داشته باشد. از این خاطر است که در زمان رسول ما صلی الله علیه و سلم به نام محراب چیزی نبود که صرف رسول علیه السلام در وسط مسجد استاده میشد. چیزی به نام محراب به می شکلی که فعلا ما داریم این نبود. در خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه و ارضا کشورهای اسلامی بسیار زیاد شدند، رقعه اسلامی توسعه پیدا کرد و مسئله توجه به طرف قبله از جمله قضایایی شد که همگی باید بر ضرورت پیدا می کرد. حضرت عمر بن عبدالعزیز باز به نام محراب به شکلی که در حقیقت تثبیت کننده قبله بوده باشد به هر کسی که داخل منطقه می شود و مسجد می شود ای را بنیان گذاشت. بنان یک شیء فی الدین نیست بلکه للدین است، یعنی وسیله‌ای که ما را به طرف یک ارزش دینی حمایت میکنه و توجه ما شما را برش میگیرد. روی اساس چون یک چیزی است در داخل مسجد داخل میشیم، علمای ما به خاطر که شبهه رد بوده باشد امام اجازه نداره در داخل محراب ایستاده شود، بلکه حداقل همه وجود شانهش باید بیرون از محراب بوده باشد. از این خاطر هرگاه داخل شوند در حقیقت کراهیت را به نماز ایجاد میکند و هدف از این همان تثبیت قبله یک، تثبیت نظم وسط دو، و سومی که راهنمایی برای کسی که داخل مسجد میشه قبله را گم نکنه کدام طرف ایستاده شوم، و سوم همان بنیاد عمرانی امت اسلامی را تشخیص میدهد. بعد الله متعال در این سوره چگونگی داستان حضرت بی بی مریم علیه السلام را اثر برای ما شما یادداشت میدهد و میفرماید که و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین. به یاد بیار انگامی که گفت پروردگارت، اذ قالت الملائکه، چون گفت ملائکه یا مریم و ای مریم ان الله اصطفاك مسلما برگزیده تو را پروردگارت، پروردگار تو را برگزیده به چی؟ به بندگی و عبادت بی تو را برگزیده. و طهرک و پاک ساخته را از مسیس رجال که مرد به تو دست زدن نمیتاند. و اصطفاک و برگزید تو را علی نساء العالمین بر زنان جهانیان. حضرت بی بی مریم را این پیام میدهد که ملائکه برش گفت که مریم خود را درک بکن که رب العالمین تو را برگزیده برای عبادت کردنش، تو را برگزیده پاک ساخت از اینکه دست ناپاکا به تو برسد، تو را برگزیده بر زنان عالم. رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری روایت میکنه میفرما کمل من الرجال کثیر، زیادی از مردها کامل شدند و جایگاه بس بلند معنوی را به دست آوردند. ولم یکمل من النساء الا آسیه امرأة فرعون، ولی از زنان انگوش شمار به جایگاه رسیدن، از جملهش حضرت آسیه همسر فرعون علیه اللعنه. و دوم میگه و مریم بنت عمران، مریم دختر حضرت عمران علیه ما سلام ای رسیده. بعد میگه که و خدیجه بنت خویلد، اولین خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم. با تعبیر میکنه که فضل عایش علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، میگه فضل جایگاه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بر زنان همانند یک طعام مخصوصی است که از دو گوشت تهیه میشد.
مثل میگه او طعام زیباد که برابری نمیشد با طعام های دیگری. بناهن خداوند متعال حضرت مریم علیه السلام را برگزید، از طرف دیگری پاکش ساخت از اینکه دست ناپاکا برش برسد، از طرف سوم جایگاه بلند معنوی را بر زنان عالم نصیبش کرد. بعد وقتی که جایگاه بلند می رود، مسئولیت ها بلند می شود. یعنی شما ارگا که جایگاه یه انسان بلند می رود، مسئولیت همچی می شود، بلند می رود. یا مریم و ای مریم، اقنتی لربکی، فرمان برداری کن پروردگار خود را، پروردگارت را فرمان برداری کن، وسجودی و سجده کن، ورکایی و رکو کن، وسجدی و سجده کن، ورکای نماز بگذار، مر راکعین با نماز گذارن. دو پیام برش میدهد. ای مریم، باید فرمان برداری پروردگارت را در کل و جز بکنی، از طرف دیگر سجده کو برای پروردگارت و نماز را با نماز گذاران بخوان. در اینجا یک نقطه ای که قابل ذکر است، در زمان رسول ما صلی الله علیه و سلم زنا به مسجد می آمدن و در مسجد که داخل می کدام پرده هم وجود نداشت، فقط در اخیر مسجد اونها به نماز خود ادامه می دادن. در زمان تمام خلفای راشدین زنا حضور داشتن در مساجد. برای منعش حتی دلائلی که داده شده است، از جمله دلیلی که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید که این زنان آنقدر آزاد شدن و اصلا الغیل شدن با مردان، اگر رسول علیه السلام امی حالت امی دید، خام خاینا را از آمدن به مسجد منع می کرد. این نظر حضرت عایشه رضی الله عنها است و طبیعی که این نظر به جایگاهش محترم است. ما چطور می تانیم که ام یک طرف امی اختلاط را کم بکنیم، ولی از طرف دیگری پیام مسجد را باید زن بگیرد، باید حضور زن در مسجد تثبیت شود، ورکعی مع راکعیش باید حضور داشته باشد. رایش با تکنولوژی معاصری که امروز ما در اختیار داریم، با توانمندی معماری که امروز امت با او روبرو است، پس هر جا مسجد جور می شود، تلاش شود که جای وضویش، رایش، سیستمش، همش باید جدا بوده باشد تا زن بتونه آزاد به طرف مسجد بیاید، عبادت خود را بکنه، حضور باید داشته باشد. من یقین دارم به اینکه ارگا زن در نماز بیاید و از مواعظ دینی برخوردار شود، از علوم اسلامی برخوردار شود، نتیجه فهم دینش بالا شود، من یقین دارم که تغییر در خانواده به شکل بسیار عظیمش و دقیقش ایجاد می شود. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. چون داستان را خواند، از داستان حضرت خانم حضرت عمران علیه السلام، داستان حضرت زکریا علیه السلام و داستان مختصری یاد از عظمت و بزرگی حضرت بیبی مریم علیه السلام، به پیغمبر علیه السلام میگه که ذالک، ببین این پیام ها را و این داستان ها را، من انباء الغیب نوحیه الیک، از خبرهای پوشیده است، نوحیه الیک، وحی کردیم آن را به سوی تو، آن را ما به سوی تو وحی کردیم. پس طوری که قبلا هم عرض کرده بودم، فکر در حقیقت پیهم گذاشتن چند معلوم است که با واسطه معلوم یک مجهول را معلوم بکنیم. منابعی که در او باید بی اندیشیم، یکی هم آفاق بود، یکی هم انفس که وجود خود ماست، یکی هم تاریخ است. ارقدر که ما تاریخ را دقیق و زیبا بخوانیم، با امو اندازه نتایج مثبت را میگیریم. در اینجا هم رب العالمین به رسول الله صلی الله علیه و سلم خاصتاً و به عموم مسلمان ها عامتاً میگوید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم و نبودی تو حضور آنها، اذ یلقون اقلامهم، به هنگامی که می انداختن قلم های خود را، ایهم یکفل مریم، قلم های خود را انداختن برای قرعه کشی تا کدام یک سرپرستی مریم علیه السلام را بکند، و ما کنت لدیهم و نبودی تو نزدیک ایشان، از یختصمون، آنگاه که به خاطر افتخار سرپرستی حضرت مریم با هم به گفتگو منازعه برخاستند. ما عرض کرده بودم که در زمان حضرت عمران علیه السلام یک تعداد از پاپ ها و کشیش های وقت
در حقیقت از دین با منفعت جیب خود استفاده می کردن. دین را برای نشر دین نمی خواستن، بلکه دین را برای منافع مادی خود قبول کرده بودند. امش از دین ابزاری استفاده کرده بودند. وقتی و با حضرت عمران علیه السلام امش در جنجال بودند، امش برش موانع ایجاد می کردن. وقتی که حضرت عمران وفات کرد، خوب چانس برشان مساعد شد. چانس که برش مساعد شد، رب العالمین نبوت حضرت زکریا علیه السلام را تایید کرد. حضرت زکریا پیام حضرت عمران را ادامه میداد. باز که تزو مخالفت ها را ادامه دادند، مخالفت ها را امرایشان ادامه دادند. با خود حضرت بیبی مریم با طفولیتش غالمغال کردن، امی جنجال شروع کردن. زن چطور در مسجد میاد؟ زن در اینجا چی میکنه؟ بس تبلیغات شروع کردن. ولی وقتی که معجزات و کرامات حضرت بیبی مریم را دیدن و دید که او این بهترین چیزی است که ما باز برای منافع خود ما استفاده کرده میتونیم، غالمغالشان برآمد. یکی گفت که من کلان هستم، سرپرستی از ایره من میکنم، دیگهش میگفت من میکنم، دیگهش میگفت من میکنم. این جنجال شروع شد. پس وقتی که غالمغالشان برآمد، الله متعال برشان دستور داد که قرعه کشی بکنه. پس قرعه هر کس که بیرون برآمد، او سرپرستی کی را بگیرد؟ سرپرستی حضرت مریم را به عهده دار شود. الله میگه که این داستان از داستان‌های پوشیده غیب بود. ما برای تو وحی کردیم که هرگاه کسی بخواهد غلط استفاده بکنه، چگونه ما غلطیش را دفع میکنیم، چگونه رب العالمین در آنچه که میخواهد پیام جدید خود را بدهد. و ما کنت لدیهم و تو نبودی حضور آنها، اذ یلقون اقلامهم، به هنگامی که می انداختن اقلام خود را. قلم های چوبین داشتن و او سر قلم های چوبین نوشته می شد، در رنگ چکش می کرد. پس وحی به امی آمد به حضرت زکریا علیه السلام که آبی است که از او وضو می گرفتن. در امو آب و در امو حوض قلم هایتان را پرتین. هر قلمی که در سر آب ماند، او متکفل نگهداشت حضرت مریم علیه السلام باشه. و تویز که دیگه قلم ها در زیر پایین می شیند. قلم ها را که انداختن، قلم حضرت زکریا علیه السلام به سر آب ایستاده شد و دیگه قلم ها در زیر آب فرو رفت. پس در اینجا ببینید که و ما کنت لدیهم، تو نبودی حضور آنها، اذ یلقون اقلامهم، برای از این امر که کدام یکی سرپرستی کند مریم را. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، و نبودی نزدیکشان آنگاه که به خاطر افتخار سرپرستی حضرت مریم با هم به گفتگو و مناقشه انداختند. از این خاطر و کفلها زکریا گفتیم، یعنی دو قرائت داشتیم، یک قرائت و کفلها زکریا، یکی و کفلها زکریا. خداوند متعال سرپرست گردانید حضرت زکریا علیه السلام را با حضرت بیبی مریم علیه السلام. اذ قالت الملائکه، بس حضرت مریم علیه السلام زیر کفالت حضرت زکریا علیه السلام رشد میکرد، بالا میرفت، بالا میرفت، تا ای که اذ قالت الملائکه، آنگاه که گفت ملائکه یا مریم و ای مریم. ملائکه جمع ملک است، در اینجا مراد مفرد است نه جمع. یا مریم و ای مریم، ان الله یبشرک، یقینا الله مژده میدهد تو را، بکلمت منه، به کلمه از جانب خود، اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که نام او مسیح است، عیسی پسر مریم علیه السلام، وجیها فی الدنیا، در حالی که در دنیا و الاخره و در آخرت صاحب شخصیت با وقار و با ابرو خواهد بود، و من المقربین، و از مقربان است. در همچی یک حالت الله متعال برش میگه که ای مریم، خدا تو را مژده میدهد، به کلمت منه، به کلمه از جانب خودش، که همانا نامش مسیح عیسی پسر مریم است، ای تو فرزندی که به تو داده میشود، وجیها فی الدنیا والآخره، در حالی که در دنیا و در آخرت صاحب شخصیت و با ابرو خواهد بود، و من المقربین، و از مقربان درگاه الهی. مریم فرزندی که به تو داده می شود دارای صفات عجیبی است، و یکلم الناس فی المهد، سخن گوید با مردم در گهواره. در گهواره به اصطلاح عام در قنداق با مردم صحبت خواهند کرد، و کهلن، و در کلانسالی همچی میکند صحبت میکند، و من الصالحین، و باشد از نیکوکاران.
این صفات را که صفات فرزندش را بیان کرد، قال گفت حضرت بیبی مریم ربی پروردگار من انا یکون لی ولدون چگونه باشد برای من فرزندی ولم یمسسنی بشرون و دست نرسانیده به من هیچ انسانی هیچ بشری. قال گفت حضرت جبرئیل برش از طرف خداوند متعال کذالک انت على هذه الحال تو به می حالت می باشی، اتو حالت می باشی که دست بشر به تو نمی رسد، انت کذالک تو امت می باشی. الله یخلق ما یشاء، الله پیدا میکنه چیزی را که بخواهد. پس الله متعال قادر است. او جا برای حضرت زکریا گفت که انت کذالک تو امت ری سفید می باشی، خانمت امت تو قاعده می باشد، در حالت قاعدگی می باشد، خب الله برد فرزند یحیی می دهد. ای جان برای چی میگه؟ کذالک مریم تو امت می باشی، عروسی نمی کنی، دست بشر به تو نمی رسد و الله یخلق ما یشاء، الله پیدا می کند چیزی را که بخواهد. ما بر شما عرض کرده بودیم که سوره مبارکه آل عمران در حدود 80 آیتش در حقیقت جواب است برای نصرانی های نجران که 60 نفر آمده بودند. آلی برش نشان می، اونا چی گفته بودند؟ اونا گفتند که حضرت عیسی علیه السلام پسر خداست، ایرا گفته بودند. چرا پسر خداست؟ به خاطر که بی پدر که پیدا می شود دیگه، خو اما طور است، به خاطر که روح الله برش میگه، به خاطر کلمات الله برش میگه. این دلایلشان بود. الله متعال برشان جواب میده کذالک الله یفعل ما یخلق ما یشاء، امین طور تو به می حالت خود می باشی، الله پیدا میکنه آنچه که بخواهد. اذا قضى امرا، ارگا فیصله بکند کاری را، فانما جز نیست که یقول میگه له بمشی کن شو فیکون، پس می شود بدون چون چرا می شود. این فرزند برومن وقتی که به دنیا می آید و یعلمه الکتاب و بشارت داد او را که آموزد او را الکتاب، کتاب را برش تعلیم می دهد و الحکمت و دانش بعد از نزول کتاب جهت تطبیقش و التورات و تعلیمش می دهد تورات و الانجیل و انجیل را. عجیب پیغمبری، الله برش تعلیم می ده الکتاب. این کتاب را جمع از علما میگه قرآن است. فرزند عجیبی که تعلیم الله برش میداد قرآن را، زیرا حضرت عیسی علیه السلام در اخیر دنیا پس بر میگردد، فیصله میکنه به شریعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. رب العالمین امی کتاب را به او تعلیم میدهد. و الحکمه، حکمت که در قرآن کریم میآید گاه معانی حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است و اصل قضیه است که تطبیق دین مطابق به واقع. امی قانون خو است و قانون چی گونه نافذ میکنی، ای یک درایت خاص خود را کار دارد، ای یک تعقل خاص خود را کار دارد. بنان حکمت تطبیق دین مطابق به واقع. از این خاطر سی چیزی بود که بسیار زیاد مهم بود: تحقیق منات، اسباب معلوم است، حکم معلوم است، چگونه را مطابقت میتی به واقع. تنقیح المنات، اسباب زیاد شد، چگونه سبب اولا را تثبیت میکنی. تخریج المنات، چگونه سبب اصلا سبب معلوم نیست، تثبیت سبب میکنی. ارگو این سه مرحله را ما در یک قانون تحلیل بکنیم، بعد از او به مقصود تطبیقی نزدیک میشیم. و رسولا الى بنی اسرائیل، و گرداند او را پیغمبر به سوی بنی اسرائیل. انی قد جئتکم بآیه من ربکم، با این دعوا که با این دعوا انی که هر این من قد جئتکم آوردم نزد شما پیش شما بآیه من ربکم، به نشانه از پروردگار شما. اون نشانه را که از طرف پروردگار شما آوردم چی است؟ انی اخلق لکم من الطین، تا آن که من می سازم برای شما من الطین از گل، که هیئت طیر مانند شکل پرنده، فانفخو فیه پس می دمم در آن شکل پرنده، فیکون طیرا پس می شود پرنده حقیقی
به اذن الله به حکم خداوند متعال. این جواب شد برای نصرانی های نجران. اونا چی گفتن؟ میگه حضرت عیسی علیه السلام اگر فرزند خدا نباشد، دوم خدا نباشد، پس چی گونه میتونه از گل پرنده ای را بسازد؟ این کار کار خداست. در اینجا برش میگه که بله، حضرت عیسی علیه السلام امیر برش گفت که قد جئتکم بآیت من ربکم، آمدم نزد شما به نشانی ها از طرف پروردگارتان، که پروردگار بر من تو گفته که تو از گل چی را بساز؟ پرنده ای را بساز و در او بدم، ما به حکم خود او را زنده میکنیم. در تفاصیل قصه بسیار جالب را ذکر میکنم. میگه وقتی که حضرت عیسی علیه السلام این پرنده را ساخت، این پرنده شامپرک شام است، این را که ساخت و گفت که میخواست که دیگه پف بکنه در او، باز ملائکه برش گفت که یک بار مجددن بگی کدام چیزش فراموش نکرده باشی. حضرت زکریا، حضرت عیسی علیه السلام باز هم تو کلش مطالعه کرد که پایم است، دستم است، نولم است، چشمم است، گوشم است، همه چیزش است. باز گفت نه، پورا شده. گفت یک بار مجددن ببین، باز میبیند. باز گفت که نه جور است. گفت کاملا تو قبول داری؟ گفت بل قبول. گفت پفش کن. وقتی که پفش کرد، این پرنده به پرنده تبدیل شد، ولی رای خروج مواد غایتش فراموش کرده بود. و در اینجا رب العالمین برش عمیق می فهمند که انسان هر قدر که برش همه چیز داده شود، باز هم نواقص در کارش است، نمیتونه کل کار طوری که باید باشه او را تنظیم بکند. اما ضعف بشری و انسانی در انسان طبیعتا وجود دارد. معجزه دیگرش، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وبهبود میبخشم الاكمه، کور مادرزاد را. کسی که از مادرش تولد شده باشه کور باشد، چشمایش کاملا نباشد. والابرص، پیس را، پیسدار را. این دو چیزی بود که دنیا تا به امروز هم نمیتونه جواب بدهد. دکترها او و خوبیخی نمیتونست، در حالی که در زمان حضرت عیسی علیه السلام طبابت به یک اوج خوبی رسیده بود، دکترهای بسیار خوبی بودند. رب العالمین به این معجزه میده که دکترها عاجز شدند، نمیتونست دکتر چشم کسی که کور باشه او را جو سازد برش. ولی حضرت عیسی علیه السلام میگه می کار را برتان میکنم. نمیتونست کسی که جواب بدهد تداویش برای مرض پیس، حضرت عیسی علیه السلام گفت که من می کار را میکنم. بالاتری که هیچ کس در دنیا نمیتونه که مرده را زنده بکند، حضرت عیسی علیه السلام میگه و احیی الموتا، و زنده میسازم مردگان را. این کلش خودش میکند؟ نه، میگه به اذن الله، به حکم خداوند متعال، به حکم خداوند متعال چون این کاری میکنم. پس ارگاه رب العالمین هر کس را چیزی را برش تعلیم بده، او نمیکنه، بلکه الله متعال میکند. پس عقیده ویست که کل کار الله متعال میکنه، کل کار الله می، و ما شما باید باور داشته باشیم که هر چیز در اختیار الله متعال است، متصرف کل امور الله متعال است. و یک قصه را که ذکر میکنه که کسی بندی بود، باز امیر سفیدار رفته بودن پیش بهلول و گفت که برو پیش محمود بگو که امین بندو را ایلا کنه. و بهلول برد کتشته پیش محمود غزنوی و بهلول به محمود غزنوی گفت که امین بندی را خویلا کو. محمود گفت که نمی کنم ایلا. گفت نکوی ایلا. باز از پیشش رفت، در راه دیگه که تو خود گپ می زنه و میگه چی خدایی هستی، بندی خود تو کردیش ولی بدنام محمود ساختی. دقیق شده این؟ چی خدایی هستی، بندیش تو کردی ولی بدنام محمود ساختی. ای کل چیز در اختیار الله هست. ارگاه ما کل امور را به رب ما برگردانیم، خداوند متعال در قلوب بندگانش تغییر ایجاد می شود، چیزی که تو می خواهیم می شود. پس رابطه را با الله تنظیم بکنید، هر قدر که خوب تنظیمش کردید به خیر خود شماست. و انبئکم، و خبر می دهم شما را، بما تأکلون، به آنچه که می خورید، و ما تدخرون فی بیوتکم، و آنچه که ذخیره می کنید در خانه هایتان. این دیگه معجزه. چی خوردی شو؟ امور بر اینی چیز را خوردی، دینی کاسه خوردی. چی را ذخیره کردی؟ امور برت میگوید.
ان فی ذلک لآیه لکم مسلما در این کار نشانی از شما را ان کنتم مؤمنین اگر ایمان داشته باشید اگر ایمان داشته باشه انت الله هست ام پیدایت میکنه خود در ما بین انسانایی که با رب در تماس بوده باشه مخلصانه زندگی بخواهد چنین نعمت ها را هم نصیبش میکند یعنی بعد کل درس در کجا شد هر کسی که خواسته باشد با رب العالمین در تماس باشد خداوند متعال با او نزدیک میشود اتو نزدیک میشه که در خیال خاطر یک انسان نگردد مرده را زنده بکن کور مادرزاد جور شود در خانه ها را خبر بدهد این چیزی است که فوق تصور یک انسان است ولی اگر این رابطه یک انسان با الله تنظیم شود همه تو می شود حضرت عیسی علیه السلام پیام خود را به مردم پیش می برد و جئتکم مصدقا لما بین یدی و آمدم که در حالی که تصدیق باور دارم با آنچه که پیش دست من است من التورات از تورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم و آمدم تا حلال گردانم برای شما بعضی آنچه که حرام شده بود بر بالای شما عقوبتا یک سلسله چیزا را الله متعال سر بنی اسرائیل عقوبتا حرام کرده بود او را پسان ذکر میکند حضرت یعقوب علیه السلام تکلیف داشت وقتی که خداوند متعال او را جور کرد گفت که خدایا سپاس تو را چگونه ادا بکنم بر رفع از این مشکلم یک کارویست که یک چیزی را که گوشت شطور است نمیخورم تا هرگاه که پیش روی من گوشت شطور بیاید او دردم بیادم بیاد و تا تشکر را تجدید بکنم در مقابل تو هدف ای است پس آن بنی اسرائیل این کار حضرتی که بود حضرت یعقوب علیه السلام بنی اسرائیل گفتن که نی بر کل ما حرام شده است وقتی گفت با کل که هر الله میگه بر سر شما من است دیگه از جان خود تحلیل کردن نتیجه شمیست و جئتکم آوردم برایتان بی آیت من ربکم نشانی از طرف پروردگار شما فاتقوا الله پس از الله بترسید و اطیعونی و اطاعت کنید مرا از خدا بترسید اطاعت کنید مرا انشاءالله بعدا شما میخوانین هر پیغمبر آمد از امت شمیر خواسته اطاعت کنید مرا اطاعت کنید مرا امی یک نکته است ارگاه اطاعت صورت بگیره از رسول الله و از رسول الله صلی الله علیه و سلم کامیابی طبیعتا از ما شما خواهد بود ای کل معجزات را آورد ولی میگه ان الله ربی و ربکم فعبدو ان الله آن ذات عظیمی که مستجمع تمام صفات کمال است حاجت روای مخلوق است معبود بر حق است او ذات ربی پروردگار ما است یعنی ما هم نبودم پیدایم کرد نافهم بودم فهم برم داد ضعیف بودم قویم ساخت این کل کارا کیه برم کرد ربی پروردگار من و ربکم پروردگار شما شما هم ضعیف بودین قوت برتان بخشید بنان کار ما و شما اصلی چیز فعبدوه پس تنها و تنها او را عبادت بکنید کل کبد می خلا شد انسان که آمد برای چی آمده تا ربش را بشناسد و او را عبادت بکند هذا صراط مستقيم این است راه راست راه مستقیم و راه امین است وقتی که جواب مردم را میبیند انکار شروع شد دشمنی امرای شروع شد فلما احس عیسی منهم الكفر پس انگامی که دریافت حضرت عیسی علیه السلام منهم از قوم خود الكفر انکار را در رابطه به نبوتش نه تنها انکار را بلکه مقابله امرایش قال گفت من انصار الی الله کیست یاری دهندگان من به سوی الله کیست یاری دهندگان من به سوی الله امی کار باز گفت یعنی به این معنا که خودش فهمید که دیگه این مردم تحمل مرا کرده نمیتونه در خودش فکر نمیکنه بلکه در پیامی که آورده به او میاندیشد کیست مددگاران من حمایت کنندگان من در امر دین کی هستند قال الحواریون گفتن حواریون نحن انصار الله ما مددگاران دین خدا هستیم حواریون جمع حواری از ماده حور به معنای شستن و سفید کردن است گاهی به هر چیز سفید هم اطلاق می شود و حوریان بهشتی را از این خاطر می که سفید و مقبولی و درخشنگیشان معلوم است در اینجا حواریون کسایی که رازدارانند رازدارایی که
راز را انتقال می دهد برای دیگران. قال گفتند الحواریون نحن انصار الله، ما مددگاران دین خدا هستیم. چه رقم دین خدا را مدد می کنی؟ که به دیگران برسانیش. یعنی دین خداوند متعال نصرتش به این است که خود ما در کنج بشینیم و عبادت کرده بودیم سبحان الله گفته بریم. مدد دین خدایی است که چگونه به دیگر را برسانیش، چگونه تطبیقش بکنیم. آمنا بالله، ایمان آوردیم به ذات واحد ولا شریک الله متعال، و اشهد تو گواه باش ای عیسی به انا مسلمون، که ما منقاد استیم، ما گردن گذاشتیم به تمام احکامی که بر ما داده می شود. عجز خدا در رابطه با اینکه این مسئولیت بسیار بازمین است میگوید که ربنا آمنا، پروردگار ما آمنا، ما ایمان آوردیم، به ما انزلت، به آنچه که تو نازل کردی، و اتبعنا الرسول، و پیروی کردیم پیغمبر را، فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را با اهل علم. گفتیم شهادت به معنای علم است، شهادت به معنای اقرار است، شهادت به معنای اعلام است. فاکتبنا مع الشاهدین، پس بنویس ما را از جمله اهل علم، پس بنویس ما را از جمله کسی که اعلام می کند و به دیگرهای پیام را می رساند و تبلیغش می کند. پس دو چیز شد، یک فلما احس عیسی منهم الکفر، با مجردی که احساس مخالفت را حضرت عیسی علیه السلام گرفت، در فکر چی شد؟ در فکر توارث شد. عیسی میگه به بسیار دقیق است، متوجه شوید، با مجردی که حضرت عیسی علیه السلام فهمید که این مردم مخالفت میکند و توطئه میچیند و مرا از بین میبرد، در فکر توارث شد. پس هر کسی که خوب آدم است تلاش بکنه این پیام عیسی علیه السلام را با خود داشته باشد، انتقال بدهد پیام را به دیگران و توارث بدهد پیام را و دعوت را. پس خود یک انسان است، اگر رهبری را تربیت کرد او بقا پیدا می کند. رهبری که تلاش کرد که رهبرها را پیدا نکند و نسازد، خودش خود از بین می رود، پیامش هم سقوط می کند. امام مودودی رحمت الله علیه از این خاطر رو می گوید که چه بسا انسان هایی که در تربیت ضعیفی می کنند و انتقال نمی دهد پیام را به دیگرا، خودش خود می برد، خود جنازهش هم دیگرا انتقال می دهد، جنازهش هم از اهلش نیست، دیگرا او جنازهش می برد. امکان نداره باشد. سقوط ما در افغانستان هم در بخش جهاد امی نقطه است، در باب توارث فکر نمی کنیم، انتقال نمی دیم مفاهیم را، می ترسیم که بسازیم. در حالی که بسازیم خیر ماست، بسازیم بقا پیدا می کنیم. حضرت عیسی علیه السلام خودش نتانست که ظرفیتی را ایجاد بکند تا که کلگی را استیعاب بکند، ولی شاگردای را تربیت کرد، 12 نفر را تربیت کرد و این 12 نفر نیم کره زمین را یک بار تحت دعوت خود قرار داد. وقتی که فکتبنا مع الشاهدین و مکرو و مکر الله، و مکر کردن به عیسی علیه السلام به قتلش، و مکر الله و جزای مکر داد خداوند متعال دشمنان حضرت عیسی علیه السلام را به نجات حضرت عیسی علیه السلام. والله خیر الماکرین، و الله بهترین جزا دهندگان است. الله بهترین جزا دهندگان است. مکر در اصل همین تدبیر خفی را میگوید، یک نقشه پوشیده را میگیرد. در قرآن کریم به نقشه خفی پوشیده و رازدار و قوی مطرح شده است. در یک جا میگن که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکروهم، دشمنان پیغمبر دسیسه جور کردن، نقشه جور کردن برای محو دین، برای محو، و عند الله مکروهم، خب پیش خدا هم یک نقشه ای است. بعد میگه و این کان مکروهم لتزول منه الجبال، اگرچه نقشه دشمنان دین چنان دقیق بوده باشد که یک کور سرش انتقال بدهد، یعنی یک کور مثل که گوی امی تلویزیون کسی نقشه بسازد که مطلق ورش دارد و خاکش نیفتد، جای دیگری بگذارد. چقدر یک نقشه قوی ضرورت است. الله میگه نقشه هایی که بر ضد دین از طرف دشمنان دین مطرح میشود، هر قدر قوی بوده باشه، اگرچه به این اندازه دقیق هم باشد، باز هم عند الله مکروهم، پیش الله چی هست؟ نقشه خودش است. پس در نقشه خودشان کافر بند میماند، در تدبیر خودش بند میماند. و مکرو و مکر الله، دشمنان حضرت عیسی علیه السلام نقشه کشیدن به مرگشان، ایره کار کردن، در مابین
دوستایش کوشش کردند که مزدور را تربیت بکند و او اونها را خبر هم کرد. والله خیر الماکرین، الله بهترین جزا دهندگان است. از قال الله، با مجرد که اقدام کرد در خانه یکی بود و الله متعال برش وحی کرد که عیسی تو دیگه نمیتونی در روی زمین بوده باشی. اذ قال الله متعلق به مکر الله و مکر الله اذ قال الله، نقشه هم خداوند متعال تنظیم کرد چون گفت به حضرت عیسی علیه السلام یا عیسی، ای عیسی، اینی متوفیک، من برگیرنده تو ام و رافعک و بردارنده تو ام و رافعک الیه و بردارنده تو ام بسوی خودم و مطهرک من الذین کفروا و پاکننده تو ام از صحبت کسانی که کافر شدن. یا عیسی اینی متوفیک، توفا علمای لغت میگه که اخذ شی وافیان تامن، یک شی را پوره پوره بگیری که هیچ چیزش بیرون نفتد. باز استعمال میشه به معنای مرگ، فلانه وفات کرد. در صورتی که حضرت عیسی علیه السلام زنده باشد، در آیه تقدیم و تأخیر میکنه، در آیه تقدیم و تأخیر چی میشه؟ از قال الله، انگامی که گفت پروردگارت یا عیسی، ای عیسی، اینی رافعک الیه، ما تو را بلند میبرم به سوی خود و متوفیک، پوره پوره تو را میگیرم با جانت و با روحت، با جسم و جانت. چرا توفا به معنای چی است؟ یک شی را پوره پوره گرفتن. پس در اینجا ای عیسی تو را بلند میبرم و پوره با جسم روحت به طرف خود فرایت میخوانم، که واو به معنای ترتیب را نمیدهد. یا ای که اینی متوفیک، ای قابدک، تو را قبض روح میکنه که به معنای مرگ ترجمه کنه، و رافعک الیه، و تو را به سوی خود بلند میبرم. مراد از رفعت، رفعت کرامت باشد. پس جایگاه تو را چی میکنیم؟ بلند میبریم. این را دیگه بعد از مرگ تعلق میگیریم. در رابطه با کلمه توفا به معنای مرگ، سوره سجده میگه قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، میمیراند شما را ملائکه‌ای که برای شما موظف است. توفا به معنای خواب است. هو الذی یتوفاکم باللیل، امو ذاتی که شما را میمیراند در انگام خواب، در خواب است. سوم، توفا به معنای گرفتن مکمل. ثم توفا کل نفس ما کسبت، باز پوره پوره داده شود هر نفس را آنچه که عمل کرده است. در اینجا الله چی میفرماید؟ چون گفت پروردگار عظیم به عیسی علیه السلام اینی متوفیک، ما برگیرنده ای تو هستم با جسم و روحت، و رافعک الیه، و بردارنده ای تو هستم به سوی خودم، و مطهرک من الذین کفروا، و پاکننده ای تو هم از صحبت کسانی که کافر شدند، و جاعل الذین اتبعوک، و گرداننده ای تو هم و گرداننده تابعان تو هم فوق الذین کفروا، بالای کافران، الی یوم القیامه، تا به روز قیامت. تا به روز قیامت کسی که به نبوت تو ایمان دارد، به رفعت شأن تو ایمان دارد، اونا را تا به روز قیامت جایگاه بلند نصیب میگردانم. ثم الی مرجعکم، باز به سوی ما مرجع شما، فاحکم بینکم، پس فیصله میکنم در میان شما، فی ما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که در آن اختلاف میکردید. در رابطه با وفات و یا زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام در بین علمای اسلام هم اختلاف است. بعضی از علمای مسلمان ها همه که حضرت عیسی علیه السلام وفات کرده است و دلیلش هم این آیت را هم می داند و در ضمنش حدیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم که یک روز نشسته بود پیغمبر علیه السلام، بعد فرمود که بعد از چند سالی، صد سالی، یک نفر هم از ما در اینجا زنده نخواهد بود، یک نفر روی زمین هم زنده نخواهد بود. بنا به او حدیث که هیچ کس زنده نماند، حضرت عیسی شاملش است. بعض علما که اکثریت ما هستند، اونا میگن که نه، حضرت عیسی علیه السلام زنده است و در آسمان است. دلائل هم سرش اقامه میکند. یکی از او دلائل 157 حدیث
در رابطه با رفعت و زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام قاطع وجود دارد. بنابراین این احادیث که در حقیقت علم قطعی را به ما نشان میدهد و در ضمنش خداوند متعال هم این قضیه را برای ما و شما در سوره مبارکه نساء پاره 6 آیه 157 او جا یک بار بکشنش انشاءالله کمک تفصیل برتون داده میشد. سوره 157 وقولهم انا قتلنا المسيح و گفتن و این گفته دشمنان حضرت عیسی علیه السلام که گفتند انا قتلنا المسيح ما یقینا کشتیم حضرت عیسی علیه السلام را، عیسی پسر مریم را، رسول الله که پیغمبر خدا بود. الله میگه و ما قتلوه، نکشتن او را، و ما صلبوه و نه به دار کشیدن او را، ولکن شبه لهم، ولیکن مشتبه شد بر ایشان قواره حضرت عیسی علیه السلام. انگامی که امود کسی که نشان داده بود جای حضرت عیسی علیه السلام را برای یهود، او که داخل خانه شد که من مجا داخل شم شما بیاین، او که داخل شد حضرت عیسی علیه السلام را الله متعال به آسمان برد و امی جاسوس را قواره حضرت عیسی علیه السلام را الله برش داد. آمدن اول امی جاسوس را کشتن. باز اینان مانده بودن که اگر ای عیسی هست جاسوس ما کجا شد؟ اگر ای جاسوس هست حضرت عیسی کجا شد؟ دیجا الله متعال میره میگه و ما قتلوه، نکشتن او را، و ما صلبوه، و نابدار کشیدن او را، ولیکن شبه لهم، ولیکن کار بر سرشان مشتبه شد، بس جاسوس با قوار حضرت عیسی شد. و این الذین اختلفوا فیه لفی شک منه، هر آنانی که سخنان مختلف گفتن در مورد حضرت عیسی علیه السلام، هر آن در شکن در آن، در شکن که ایچی رقم شد، یک شک کردن که پیغمبر است یا نیست، دیگه شک در قتلش هم کردن. بنان جمهور علما بر این است که حضرت عیسی علیه السلام چی هست؟ زنده است، در آسمان است و دلایل قاطع است که از یکی از علائم کبرای قیامت آمدن حضرت عیسی علیه السلام است که در مکه مکرمه پایین می شود و نفوذ می بخشد دین را و در حدود 40 سال زندگی می کند. بعد از او وفات می کند و در جوار رسول علیه السلام به خاک سپرده می شود. فاما الذين كفروا پس آنانی که کافر شدند، فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره پس عذاب کنم آنها را به عذاب سخت در دنیا و آخرت و در آخرت، و ما لهم من ناصرین و نباشد ایشان را مددگاران. و اما الذين امنوا و آنانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای شایسته ای را انجام دادند، و عملوا الصالحات عمل صالح، ما بار بار این نکته را گفتیم که عمل صالح چیزی است که مطابق به کتاب و سنت بوده باشه. پس ارگا عملی که با قرآن و سنت در تضاد باشه، 10,000 دفعه بگن عمل صالح است، مثل می خیراتای جعلی ما شما واری، او عمل صالح نیست. فیوفیهم اجورهم پس پورا پورا دهد ایشان را، مزدهای ایشان را، والله لا يحب الظالمین الله دوست ندارد ستمگاران را. ستمگار کیست که دین خدا را بگذارد به بدعت رجوع بکند، دین خدا ترک بکنه، از خود دین جور بکند. ذالک نتلوه این را میخوانیم بر تو ای پیغمبر، ذالک نتلوه علیک این را میخوانیم بر بالای تو، من الآیات از نشانه های حقیقت و ذکر و ذکر الحکیم و یاد آوری حکیمانه، این را بر تو میخوانیم که پند حکیمانه هم در این نهفته است. بنان برای یهود نصرانی های نجران بگو ان مثل عیسی عند الله یقینا چگونگی حیات حضرت عیسی علیه السلام نزد خداوند متعال که مثل آدم، همانند حال حضرت آدم علیه السلام است. خب نصرانی های نجران گفتن چون پدر نداشت، چون ای کار کرد ای کار کرد ای کار، بنان کی است؟ خدا هست و سوم خدا هست، دوم خدا هست، همه تی چیزها رو جور کردن. الله متعال برش میگه به این مسند مسیحی ها بگو اگر آورده شدن در دنیا بی پدر دلیل بر الوهیت شای شود، پس حضرت آدم علیه السلام را هم خدا بگوید، زیرا او بی پدر و بی مادر آفریده شده است. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم،
چگونگی خلقت حضرت عیسی علیه السلام همانند خلقت حضرت آدم علیه السلام است. خلقه من تراب، او را آفرید از خاک، جنبه مادی برش داد. ثم قال له کن فیکون، باز برش گفت شو، پس شد جنبه معنویش. از ما از نظر مادی از خاک، ولی از نظر روحی او را جایگاهی از عالم امر داد. الحق من ربک، حق همیشه از طرف پروردگارت است. حق به معنی یک شی ثابت، شی که با مجرد دیدن و شنیدن و لمس به بودنش باور میکنی. پس الحق من ربک، قضیه ثابت مطابق به واقع و قبول شدن از دی عقلا امیست که من ربک از طرف پروردگارت تثبیت میشود، نه از طرف تو، نه از طرف عقلهای شخصی ما. فلا تکونن من الممترین، پس ما بوده باش از جمله شکاورندگان، از جمله شکاکا ما باش.